روزایی مثل همینش، این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، توی تو همه خاطره ها، تو رو دیگه نمیشه نخوا، تو یه جور دیگه ای برا، کاش کی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه میبره اینجاست توی یه گوشه از قلبم. هم کار کنیم ها، کاش که برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست. میخواییم کلی کار کنیم. منو تو عاشقی، اینو کی فرستاده؟ ناشناس. چرا ناشناس میفرستید؟ میخواییم جادوم کنید؟ میکنید مادام جادو کرد. بچه ها ببینید اینو، میبینید خیلی هم خوشگله با این، تو این بود پسو. احمد گفت یکی آدرس گرفته، نه آدرس نه اسمش مشخصه. چی میگن اینو؟ جادو میگن. جادو میکنید. چه خوبه، منم با احمد جادو. بریم کار کنیم. ماهی ماهی ماهی. گفتم احمد چه دو تا ماهی گرفتی؟ گفت تو گفتی دو تا، گفتم دو تا نه بزرگ. مانندی دری دی را دارم زندی. کار میکنی کرده. تمیز میکنیم الان. ناراحت میشید نکنم ها. یه کار دیگه بکنم. گیاهی خودم با. اینا رو درست کنم. میخوام ماهی بکنم. میخوام ماهیه رو درست کنم با شما بخورم. بسه دیگه، بسه دیگه، تو دیگه خونی بسش. خب بچه ها من میخوام کار میکن، مگو چیز کار. گفتم در حینی که میخوام ماهیه رو درست کنم و یکی از بچه ها گفته رژ قرمز بزن، گفتم رژ قرمز هم بزن، کار اونم انجام بده. بعد اینم بهتون بگم خیلی جالب بود. احمد گفت، گفتم احمد آخی کی گفت یه نفری از من آدرس منو خواسته، این پیرن رو فرستاده با این دوتا پیرن برای احمد فرستاده، نه آدرسش مشخصه نه چی، نه یه شماره پستی داده. اینجوریه. حالا بیایید تفسیر کنید، بگید یه ذره بترسیم، نه یه ذره بترسیم. خب حالا قبل از اینکه بترسیم بچه، اینو من خواستم دیگه سنگینه باز میکنم، یه ذره قرتی بازی خواستیم در حین با کار کردن که نمیشه، اینم باز کنم. خب ما اول برای اینکه از اوبه یاد گرفتم، من خیلی ماهی دوست دارم، اولی بهتون بگم ماهی یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم، ولی ماهی در آلمان خیلی گرونه. یادم رفت قیمت شده است. احمد یک نه تمیز شده است. من امروز اینو میخورم، دنبال این بودم که اینم بره، فعلا این بره تو یخچال. شما به من بگید چه جوری؟
درست کنم. ایدهاتون رو بگید. منم میگم از اونی که از اووه یاد گرفتم انجام میدم. اووه میگه، میگفتش که نیم ساعت، سه، یه حدود نیم ساعتی بذار این توی آب لیمو، فلفل، نمک. فوزی هم گفته بود سیرم بریز. حالا میذاریم. نظر دیگه ای دارید بگید. ماهی تو ایران هم گرونه، اینجا هم خیلی گرونه، به خصوص از بازار، بازار روز ماهی فروش ها. خب ما اینو اینجوری میبرم. بابا من هم آب لیمو پارما. خب آشغالای اینجا این ماهی ها مخصوصه. خب سوالاتتون هم جواب میدم، کلاس آشپزی نیست، سوالاتتون رو جواب میدم. گفتم دارم کار میکنم. یه ذره اینجامو فکر کنم یه ذره. خب احمد گفت تمیزش کردن. من کله ماهی رو کله ماهی رو از موقعی که ما رفتیم رامسری شدیم، مامان من همش دیگه کله ماهی خور شد، ماهارم کله ماهی خور کرد و من کله ماهی رو خیلی دوست دارم دیگه. والا جدا لایو ده ها. آبرما پارما. خانم آقایان، یعنی این که خب چقدرم تازه است. مرسی احمد. احمد میشناسه ماهی ها، اینو میدونه که از کجا چیزشو تهیه کنم. شما قرمه سبزی دیروز خوردید، به من هرس دادید، منم خیلی خوشحال شدم خوردید، ولی امروز میخوام حسابی ماهی بخورم. بچه ها بامیه، زولبیا بامیه هم که خودمونو خودکشی کردیم یکم، اینم از این بر میام. الان سوالاتتون رو جواب میدم و اول اینو با درست کنیم، بذاریم اون نیم ساعت. خب تقریبا اینا رفت. چقدرم گشنمه. از صبح بعد از صبحونه فقط من رفتم زولبیا بامیه خوردم. اینو اینجوری بکنیم. ایده ای دارید بگید بچه، ایده ای دارید بگید که من چیکار بکنم. خیلی من حرفه ای نیستم. کلشو درست میکنیم و فکر نکنیم میندازیم بیرون، نه، کلشم درست میکنیم. خب من پوست ماهیرم به شدت دوست دارم، پوست ماهیرم دوست دارم. خب اینا رو احمد گفته تمیز کردم، ولی این برا رو تمیز نکردم. خب فقط یه دونه ماهی، بقیه رو اون یکی رو گذاشتم که بعد. خب ما خیلی حرفه‌ای نیستیم، ولی خب همین که خب کلشو بنداز. نه نمیندازم، میخورم کلشو، میخورم و اتفاقا خیلی هم دوست دارم کلشو، نمیندازم. این ایده ای که گفتید نمیندازم. خب اینم از این جاش تمیزی. آها ای وای، رفت روی لایف، روی چیست. چرا اینقدر بروسنم شد؟ خیلی
آبرو ریزیه توی لایو اینقدر گرسنم بشه. خب حالا اینو میشوریم. بذارید من توی بشورم. ظرفامم نشستم، ظرفامم نشسته دارم اینجا. خود منو ببینید الان. ماهیه؟ نه کافیه. یه لحظه احساس کردم که خب. یعنی در واقع به نظر من خب این خیلی خوب شد، این خیلی خوب شد، اینم خیلی خوب شد. اینو میندازم دور. اینا رو توی یه نایلون جدا میذارم. بیا توی نه توی نایلون جدا بذارم، آشغالاش رو جدا میکنم. یکی هم درستش میکنم الان. چون اینقدر خوب اشکال نداره. خب اینا رو جمع بشورمش بیام پیش شما. خیلی از ماهی بدم میاد. خوب چقدر خوب، بیا موقعی که من ماهی دارم تو بیا پیش من. ماهی تو، ماهیاتو بده به من. انقدر که ماهی دوست دارم، من عاشق. اینجا فکر کنم ماهی سفید چیز نیست. خب یک خب برو اینجا تمیزه. اینجوری هم ببریم که بلدم نیستم ببرم. ما فقط بلدیم بخوریم. دستم هم اینانه. اینم از این، اینم از این، اینم اینجوری میکنمش. شما یکم با هم حرف بزنید تا من اینم از این، اینم از این، اینم بذارم یکم اینجوریش کنم. باشارم رو چه مال کل درس کجایی؟ ججورا خب اینجوریش بکنم بهتر. خب اینم بره اینجا. مال یک کاسه بیاریم. اینو بذارم اینجا، اینو بذارم اینجا، اینا رو بذارم اینجا. خب یکم نمک. آها به جای چیز پودر سیر میزنم دیگه. به جای خود سیر پودر سیر. بیا پودر سیر. این سیرم اتفاقا دوست دارم زودتر تمام بشه. خب نمک. فلفل. دیگه چی بزنم؟ آب لیمو. ببندیم
چه شروع اصلا درست نکرده، اینقدر گرسنه شده انگار که چه خبره. خب در زدم بیاید با هم دیگه بترسیم. یه شمارم ببرم اونجا ببینیم کیه در زد. شما یا بیته هلو بازش کنیم دیگه. همین پوزشه بر یکی اومده. خب یا از این بچه ها کرد. خب ما حالا اینو چیزش کنیم. این بمونه برای خوردن. من اینا رو خیلی دوست دارم همینجور بخورم. خب این بمونه اینجا. در اینو بذاریم با یه بشقابی. بچه این فلفلا که پدر آدم ها رو در میارن یه ذره برسم اینجا. پدر اینو در اصلا دست آدم هم که میزنه چیز میشه. خب برو اونجا نیم ساعت بمونه به قول اووه. نیم ساعت یه ساعت بمونه. نیم ساعت یه ساعت. حالا تو این فاصله من بیام پیش شما. خب اینجا رو یه ذره مرتب بکنم. عوضش کارهای دیگه هم میکنم. خب نه خیلی بوی ماهی ندی اعصابم منو خورد نکنه. شما برو اونجا برمشورم اتون دستان ببینم. جالب اصلا بوی ماهی اصلا بوی ماهی نمیده. شستمش اینجوری شد خوب شد. دوست ندارم بوی ماهی بده. اصلا بوی ماهی نمیده. خیلی جالب شد. کار دیگه ای که میخوام انجام بدم چقدر من امروز کار کردم. چی میخوام انجام بدم؟ توت فرنگی ها امروز میخوام پذیرایی از خودمون بکنم. ناخدیش یا دسر با توت فرنگی. بیا برو اونجا بشینم یه ذره اینجوری یه چیزی من بخورم که یه ذره چی بخورم. بچه ها زوربیا بامیه رو ببینید. بکنم زوربیا بامیه هستش که منو اینقدر چیز کرده گرسنم کرده. ببینیم زوربیا بامیه یه دونه بخوری. آخه با این روژم خوردن بعدم میام گل روش غذا بخورم. خب میام اینجا اینا رو درست میکنم. حالا سوالاتتون رو جواب میدم. خب آخش هاردستون چاقوی خوشگل من کو؟ آره اینجاست. گونه دیا یه بار بشونمش. بوی پیاز میام. میخوام ناختیشم رو درست کنم. خب بشینیم. های درود بر شما. ادای یه سری کسانی در های شما. بچه ها زوربیا بامیه اینجا ولی خب نزدیک 7 یورو بامیه انقدر. بعد زولبیا در این شرایطی که همه چیز بیازن جل جراخ آی بای توش میاخ
سارا من به خاطر میخواستم پیج سحر لایف بذارم، چون از این لایو ها رو پیج بچه ها میذارم، به خاطر که این سارا که موهاشو کوتاه کرده از من خواست که روژ بزنم، بعد گفتم که هم روژ بزنم هم این که اصلا این بامیه خیلی گرسنم کرده دیگه، بامیه نخورم. صبر کنید یا اینکه انقدر کار کردیم حرف زدیم. بچه ها در مورد اون استخون مستخونا، استخونی که دعا بود و فلان، من با یه دونه وایسی پر کردم با امیر، با مهدی. مهدی گفت دیشب خیلی خوب خوابیده، هیچ مسئله ای نبوده و فلان، میخواست که این مسائل ببینه. بعدش نه خوبه، خیلی خوبه. بعد اینم خیلی خوبه. بعد کوروش پسر 3-4 سالش گفته من نه میخوام این استخونا رو نگه دارم. من صدا کردم تو واتساپ باش صحبت کردم، گفتم کوروش من این استخونا رو ازت حاضری که من ازت بخرم و در مقابلش یه چیزی بهت بدم؟ گفت آره حاضرم. گفتم موافقی برای یه بستنی؟ من یه بستنی پولشو بدم، تو این استخونا رو به من بدی. قبول کرد و ما این استخونا رو به چیز گفتیم، به مهدی بردش، نمیدونم انداخ یه جایی دیگه، تو آبی چیزی، تو رودخونه کجای انداخ رفت. به هر حال از نه اتفاقی براش افتاد که سوزنها بودن، پارچه‌ای بودن، نه فلانی بودن. بعدش گفت من ببرمش قبرستون. گفتم برای چی ببری قبرستون بابا؟ بنداز یه جای بره دیگه، یه نفر دیگه باز دوباره مثل تو پیداش کنه، بعد دوباره اونم بیاد لایف بذاره. چی بابا بذاره بنداز بره یه جایی که نه کجا آباد. خب اینم داستانه چی بود این اسمش، همین استخونای دعادار. خب الان اگه سرکه بریزی روش میبینی چی ازش میریزه؟ سرک تموم شد رفت دیگه، سرکه مرکه اینا اونا هم رفتن. الان هم کوروش رفته خونه منصور، اینو بستنیش هم گفته که دادم دست، ویدیو مسیجش هم بود که چقدر معمولا اینا رو چیز میکنن وسطاشون خرابه، ولی ببین الان هیچ کدوم تقریبا خراب در نیمد. آفرین، مرسی، مرسی، خوبه. وقت الان کشاورزا بیارن. خوب اینم خوبه. گناه داره چیزی براش میخرن زود لایف. گناه چی؟ گناه داره که نفهمیدن چی. خب توت فرنگی ها شبیه سر چی؟ خب ببینیم که کسایی که میخوان که از بچه هایی که ما میشناسیمش، خب حالا به یکی رو بیاریم، محمد علی، این چی رو برم؟ این رو دیروز چی میخواد بگه؟ زیبا وقت اذانه، خودش کار کنم اذان بگه دیگه، پر دیگه دوست داره اذان. چیه؟ تو همونی بودی که دعا گذاشت، این همون بوده که 4 قسمتش نمیدونم دعا بوده. خب شما برید هرچی دوست دارید بخور. ما اینجا آفتابو ببینید چقدر آفتابه، آفتاب تا وسط روز اینجا، عجب توت فرنگی. خب بچه سوالاتی که داری یه جوری باشه که من هی نرم توی کوئسشن، توی چیز باشه. کاش تو مادر بزرگم بودی، کاش و کاشتن چیز تو شکمش ریباس و سبزی بریز. وای راست میگی بچه، ریباس من میتونم براش یه کاری بکنم با این ماهی؟ این ریباسه مونده، با این ماهی چیکار کنم؟ چقدر خوب میشه سبزی رو با ریواس بریزم تو وسط ماهی، خیلی جالبه نه؟
نمازه تالا نشن. اگه ریواز رو بریزن توی مربا میکنه. نه بابا اینا رو بعد از ما اینا در عرض بعد از اینکه ماهی رو خوردم اینو میخورم دیگه. اینا در یک دقیقه این خراب بود. بالاخره یکیش خراب در بیاد که بذار کنارش بخار پز بشه. چقدر جالب. همینجوری بخورم بشه. آره همینجوری هم خوردم بشه. کم خوردم بشه. با نمک کنم. همینجوری بخورش. ولی این ایده میخوام. ایده ای که مثلا اگه بذارم بخار پز بشه. اگه بذارم بغل برنج چی؟ ریواسو. اینم یه دونش خواهد. اینم توت فرنگیه. خیلی سرده با ماهی دل درد میشین. خب اینم از این آرام با شما. چه زود ریواز چیه؟ این ریواز دیگه ریواز به ترکی میشه اوشکون. اوشکون به فارسی چی؟ به آلمانی میشه میدونی چی میشه؟ راباربه. من رفته بودم میشه یکی از دوستام این ریواز رو کاشته بوده نمیدونست اسمش اسمش چیه به آلمانی. بعد من اسم زنش روبابه بود. گفتم همون روبابه رو یه دونه اینجوریش کن بگو روبابه. بعد این میشه ریواز. خب اینم از این. اینجوری ما آلمانی یاد دادیم به آدم. خب اینا رو هم بشورم. بیا توت فرنگی رو به صورت میزنن. ای توت فرنگی رو بزن بشورن. بچه اگه توت فرنگی رو بذاریم با یکم شیر و شکر خیلی عالی میشه. لباس رو با گوشت چیز میکنم حساسیت میده به صورت. اشکنه لباس درست کن. من باردار شدم چیکار کنم؟ خب سرخ کن دیگه. بچه اینو بهتون الان نشون میدم چی کار میکنم. الان بهتون میگم یه کار خیلی با مزه ما میکنیم. خیلی خوشمزه. چند تا شما ترک کجایی؟ من ترک تبریزم. تبریز دنیای جنگ شوختا. اینا رو اینجوری میکنم الان بهتون میگم. با یه کم عسل با یه کم شکر انقدر خوب میشه. نه اونایی که رسیده است نگه میدارم همینطوری خوردن. اینا رو چیز میکنم. من خاله کسی نیستم. خاله پاله من به من نگید. نه خاله نه مادر نه مادر بزرگ نه فلان بر ما. بدم میاد از این اصطلاحات لقبای مزخرف. خب زیبای خنددار یادم افتاد. زیبا چه دیدی چه خورشی پختم. سمیر میخوای بیا بالا خورشتو نشون بده. نشون بده. خب بعد این چیز بود خورشت سمیرا و غذا پختم خیلی خوبه. سمیرا غذا بپزه خیلی خوبه. خب این خیلی خوب شد. خب اینا دیگر بزنم همینطوری. اینو میذارم مثلا برای هم
الان بهتون میگم. سیر بر اینجا اصل کور به اصلی هست چه اصلی این حبی با بوده بسش همین دوتا هم خیلی زیاد شد ریختشون بر یه ذره شلختگی شد ولی خوبش کنم درستش کنم این هم میذاریم یه ذره چیزش هم زیاد شد اصلش هم زیاد شد ولی خوب اشکال نداره اصلی خوبه حل بشه اینجوری اینم بره برای چیز عنوان دسر حالا ریواسا رو تمیز می‌کنیم این پنج تا رو همینطور میذاریم برای خوردن در اینو بذاریم برای بره بسته بمونه این پنج تا رو می‌ذاریم برای خوردن یک دو سه چهار این هم شد برای اینجا این میره برای سطل آشغال قسمت پلاستیکا این میره این بر این میره اینجا بیام سوالای شما رو جواب بدم حیف کردن چیزو اتفاقا خیلی خوشمزه میشه این توت فرنگی اینجوری چند بار خب بیایم زیبا خورشت ریواس درست کردی خدا خورشت ریواس درست نکردم این ریواس ها رو با شما ریز میکنیم و درستش میکنیم چون داره نذارید که خراب بشه بچه مرباش میشه مربا میشه مرباش بکنه پوست ریواس چی؟ این ریواسه ارگانیکه کسی در مورد پوستش نظری داره؟ توت فرنگ خربوزه اصل توت فرنگی اصلا چرا اونقدر مفخوری؟ خوب برای این که خوبه دیگه مفخوری خیلی خوبه آها یکی گفت بله میشه اینم ارگانیکه بذارید اصلا بچه هم من با پوست درست کنم یه مربا درست کنم نه مربا با پوست این ریزش کنم همینجور بذارم این پوستش اینجور هم سوالای شما جواب بدم همینطوری میذارم میگه مگه چقدر پوست داره بریز دور بابا خب پوستش بالاست اشتوفه دیگه بالاست اشتوف یعنی فیبر ببین یه ذره بریزم به نظر من اینا رو بذاریم با عسل بپزیم ببینیم چی پوستشو باید جدا کنی سفته حالا بپزیم ببینیم چه جوری میشه دیگه بذاریم من اینو بیارمش یه دونه قابلمه اینو بیارمش آره بپزیم چهار تا
اینقدر گرسنه شدم نای من رفته با همین ریباس ریباس ها گرسنه شده. میگید که چیه؟ یه ذره نمک بزنم. بس که نمک زدم. اصلا اونم باید حرارت بدیم. باشه. خوب گفته. چقدر با نمک خوشمزه میشه. اینو خرابش نکنم، یه تشکیل دیگه بیاریم. با پوست خوردم، پوسته هی مونده تو دهنم، هضمش سخته دیگه. اتفاقا همین چیزای فیبر خوبه، هی بدن سعی میکنه که هضمش کنه، هی نمیتونه، هی قند مصرف میکنه. سوپ ریواز هم عالی میشه. سوپ ریواز چیه؟ بگی چقدر خوب. به من بگی سوپ ریواز چقدر خوب. مربا نکنم خیلی بهتره. تلخ و سفت پوستش. زنجبیلم بده. باش. زنجبیلم امتحان میکنیم دیگه. خب اینم از نکن جمع کن من حاملم. برو بابا بیرون دیگه، ترحم جلب میکنه. حاملم حاملم، فکر کردی حالا من به خاطر حاملگی زمین بوی حاملم ترحم میکنم بهت؟ خب شو بیرون دیگه اگه نه خیلی فکر حاملگیت هستی. حاملگیشم وسیله کرده که مردم بهش ترحم بکنن. اینجا زن حامله 10 تا کار میکنه میره اونجا حاملم 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 جلب ترحم. خود بیامید بعدم میاد از اینجور زنای ضعیفه. ریواسه داره تموم میشه. ترحم من بدم میاد. به منم ترحم نه. آره دیگه اومدی اینجا مظلوم نمایی. برو مسجد. برو مسجد بگو حامله حامله همه بگو بفرمو بفرمو حامله امتو داری زیاد میکنی. حامله هیچ به هیچ کسی من بچه دار شده تبریک نگفتم. حالا فکر کردم چه تحفه ای رو میخواد به دنیا بیاره. خودت کی هستی که اون بچه چی باشه؟ خب اینم از این. خیلی جالب شد. اینم ریواس گفتی چیکار کنم؟ یکی گفت زنجبیلم بریز و زنجبیل بریز. اینم زنجبیل بزن بیارم. زنجبیل ماهیو داره آماده میشن و برنگ بخواب بذار رو چقدر کار بچه. یه دلمه هم برای تو میدارست کنم. دلمه اون دلمه های برای مهمون. این دلمه های خوبه. دلمه های ترک ها باتون دلمه میخورم. خب چون خواستم بیرم کنم زنجه بیرم. آها اینم میگرم دیر تاسه آشه دیر تاسه باشه. بعدم برای یه بغل ماهی میخوام بزن. Orada durdum da ben geldim.
خب اینم زنجبیل انقدرشو بریزم بریم اونجا بوش کمه. خب یه بینم سوال دیگه هم دارید بپرسم زیبا؟ برای فردا هم یه چیزی بذار که بخور، فردا هم یه ماهی های دیگر میزن. خب سالاد ریواس. آفرین. به جای چقدر فکر، این بهتر از همه شد، این خیلی خوب شد، چون میخوام سالاد درست کنم. آفرین، خیلی خوب، نصفشو برمیدارم برای سالاد. خیلی فکر خوب شد. اینقدر این زنجبیل خوبه دلم نمیاد پوستشو بکنم. الان میام سالادم درست میکنم. اینم بذاریم یکم سالادم درست میکنیم ببینم چی دارن. آره گوجه دارم. چقدر خبرهای خوبی چیز رفته از منصور. من خیلی تشکر میکنم برای اینکه فاطمه امروز میمونه خونش و با زن و بچه های یعنی فریده و شبنم و شیوا آشنا میشه. بسیار عالی، مرسی از منصور. اول اینا چون تمیز بود من اینا یه آب بگیرم. یه سرم شما بیاید این وری. خیلی آشپز خونه من رضا که اومده بود خونه من، رضا دوست پسری که خونه احمد زندگی میکنه. وای زیبا چقدر خونت خوشگله، ندیده بود دیگه، نیومده بود خونه. خوبه، چه جالب که دیدید. یه چند تا رو میذاریم برای سالات. خیلی خوشم اومد این برای سالات که اون خانمه گفت، یه خانمه گفت سالات امتحان خوب بود. اینا رو میذارم اینجا. یه چند تا رو میذارم همینطور با نمک میخورم. اینا بله با نمک همینطوری نشه میکنم. اینا با زنجبیل میریزم اینجا. اول میذارم اینجا بپزه یه کوچولو، امتحان میکنیم. آخر سر گفتید دیگه، گفتید آخر سر چی بریزم؟ عسل. آخر سر بریزم، نه آخر سر بریزم. من مرباشو درست اینم از سمجه اینجا رو مرتب بکنم و ببینم چقدر مونده. 43 دقیقه شد. الکی الکی خیلی چیز. خب ماهیمم که حالش خیلی خوبه. ماهیم بیام و برای جمعه اینجا امروز آها سالات، سالات بزن، سالات هم بگم، سالات درست بکنم. سالات سالات میخوام درست کنم. یکم اینا رو درست کنیم اینجوری. کسایی که سوال دارم بپرسن. من اومدم مثلا پاسخ به سوالات باشه. سالاد ریباس اینم میزنه کمک میریم. برچی میخوام، خیلی دلم میخواست که امروز یه نفر بیاد. اینم گوجه هست، گوجه رو بذاریم. یه نفر بیاد اینجا امروز، نه فردا، برای اون ماهی دومی یکم بخوریم. ولی خب دیگه خودم میخورم دیگه، فکرشو کردم دیدم نه هم تنها بخورم امروز تنها. این پیازم خیلی خوبه،
از آذر روز سه شنبه قرار خونه آذر برم. یکم سبزی میزن. خب اینم سالات. اینم اینجا. اینا تمیز شده هست. اینم سالات. کی میخواد؟ از هامبورگ یک کسی میخواد بیاد بیاد. اینم میذارم اینجا. بسود بسازه. کی برام خرید کرد؟ خیلی احمد خیلی خرید کرد و شری پول داده بود و از پی چیز کرده. بعد گفتش که بعد دکتر آرش، دکتر آرش 85 یورو 834 یورو یه دفعه هدیه کرد. گفت زیبا من دوست دارم برای آنچه هدیه کنم برای تو. گفتیم هدیه کن هدیه کن هدیه قشنگه. دیم دارم اونه. بعد خب این الان سالات یه ذره دیگه ریواس رو برسیم. خیلی خوب شد دیگه به نظر من خیلی خوب شد. روغن زیتون میزنم، یه ذره سبزی میزنم روش. خیلی ابتکار جالبی شد. گوجه بمونه برای فردا. این گوجه بمونه برای فردا. خیلی ابتکار جالبی شد. صبر کنیم من براتون بیام. اینا هم نونگندیه. نونگندی. فرداش از نونگندی بکنم براتون. آمد از تو فریزر یکم سبزی بیارم بیرون. آره یه زرس نه این اشتباه این فسر سبزی اسپانوج. این بچه ها سبزی یکم که اضافه میمونه من اینجوری میزنم تو فریزه و اینجوری بریزم. خب اینم سالادمون. یه فریزر بسیار کوچیک دارم، یعنی فریزر که اون بالای چیزه. خب اینم از این اینم داره بذاریم بپزه. خب عالی شد دیگه. دیگه چی میخواییم؟ یکم روغن زیتون، یکم نمک. و چی؟ یکم از این سیترونه بریزم. خب حبیب رو دعوت کنی؟ چه فکر خوبی حبیب. امروز شنبه است؟ آره نه حبیب زیاد شد الان زنی. این ایده اگه وای چه خوب، چه ایده خوب شد. سالاد اینم سالاد. بچه الان بذارید بهتون بگم کم کم دیگه بس باشه. این سالاد برای چیز؟ این رومیز میذارم برای ناختیش. اینم برای دسر شد. این همینطور میذارم رومیز بخوریم بعدا. الان اینم میریزم برای نصب کنی. اینم بریزم تو این دیگه. اینو بریزم تو این. من همیشه تو سالاد چیز خیلی دوست دارم. چه خوبی
بچه این من از یکی یاد گرفتم از توی یه چیزی که اصل این که خلاص سیر تازه است، این که هیچ، من همین پوستاش رو میخورم این خب اصلا نم... یه بشوریم هم یه چیزیش دارم. حالا همینا رو چوب وسطش خیلی سفته، این بره بیرون ارگانه. چاقوی اصلیم چیز این چاقوی نون رو بردفتم باش کردم امیدونم من خب موقعه بش کنم اینو میریزم آلی آلی لایب همون تقریبا اینم بمونه اینجا در این چیزم ببندم. مثلا میخواستم پاسخ به سوالات باشه، شد آشپزی، لایو آشپزی شد. بچه اینم داره اینجا گذاشتم بپزه. گفتید که چیز نکنید دیگه، عسلشو الان نریزم. یکم چیز کنیم بریم، یه نفر رو یکی رو بیارم، فقط یه نفر زهره بیاد ببینم. زهره اگه کسی میخواد بیاد 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 یه لحظه، من چون دارم میبندم. چیزا رو نمیشه لفت پیاز نه پیاز هم زدم به سالا داره، ولی این حالت مربا داره، به این حالت مربا داره. باری کلا چقدر باهوشه اونه که گفت راستی که گرست همه جده دارم، چقدر باهوشه آب نمیریزم، با حرارت کم آب بخوریش، آب نمیریزم، خود چلا آب میده با درجه حرارت آب نمیریزم. نه من توی کمپوت و اینا هیچ آب نمیریزم. چقدر شیرینی، چقدر خوب، چقدر چیز از یه فرد آنانو خوشگله بالکنم نشون بدن یه زن افتاد بالکن آشپزخونه شلوغی افتاد آتردی کردی دری 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 اشتیم کردی عاشقم کردی بچه شکوفه ها چه سرسبز شده. کلا چطوری؟ بگری بنفشه هارم ببینی چه بنفشه ها جون گرفتم، بنفشه های نسیمه ها. هی میگید لایک بذارید دیگه، مسی بیا برو یه دقیقه بیا بالا.
آها صفو بیان لایف. ببین وحید بیا لایف یه لحظه، بیا لایف ببینم اتون. اگر وحید هست وحید یه چیزا رو نمیشه نوشت، تو یه روزی ببینم بچه ها رو، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. بچه ها بگید وحید یه دقیقه بیاد بالا، کوروش مروش هم ببینیم اونجا. تو این چند دقیقه آخر کردی کردی بچه ها بگید به چیز بیاد وحید. نردی یه دفعه چرا تقاضا اینقدر زیاد شد؟ وحید بیا ببینم تو خونه منصور چیکار میکنی. وحید نشد، وحید با چیز به نتت ضعیفی، با نت سارا بیا یا با نت منصور بیا. چرا لاغر شده؟ اما چی لاغر؟ بله هم نه لاغر میشه میره چاقه مون. وحید تز و جلد آزوخ بابا. بریم بچه ها، وحید نتونست بیاد. بای بای، مرسی که اومدی با من. ماهی رو دیدید و ماهی هم یه حالش خوبه. برو ماهی رو درست کن. مرسی، راست میگه. آخه وحید خوب شد اومدی بگو ببینیم. بیا یه چند دقیقه مونده بزرگ باش ببینیم. تا کم میرفتم ها، اینجوری اینجوری کردم برم. یه دم کجایی الان؟ خونه منصوری. بس الان دل ما بی بذار دوربین رو بشن خونم یه لحظه. ما چه به به خوش میگذره. این کاوه اینم کوروش. کوروش اومدی اونجا؟ کوروش باری کلا باری اف نداره. بذار باشو. مرسی مرسی که اومدی، مرسی. چیکار کرد برای بچه سارا؟ سارا ببین برای تو روش. بچه این همون روشیه که سارا یکی به ما دستور رو روش داده. آره امشب توضیحی بده. آره من امشب با دوستانم یک قرار لایو داریم ساعت 10. گفتم راجع به مهمونامون صحبت میکنیم و این کاری که کردم من. حالا اگه خواستین شما هم تشریف بیارید با کمال میل این دفعه میام حتما. باروش یا بیروش؟ باروش یا بیروش؟ این چیزا مسئله سارا تصمیم میگیره. این چیزا مسئله نیست. سارا تصمیم. خب به هر حال ما بریم یه چیزی. بچه واقعا خیلی خوشحالم کردید که شما اومدید. سارا خوبه تو هم نرفتی موندی. چقدر میدون بچه دو تا کچلا رو میبینید اصلا خیلی خوشگل شده. دوتاتو خیلی به خیلی قشنگ شده بود. خیلی خوب. زن مهدی چرا افغانیه؟ ما چرا ایرانی هستیم؟ خب دختر خونده منم افغانه. خب چرا افغانه؟ خب عاشق شده دیگه.
عاشقی حد و مرزی نمیشناسه. خوبه. چی خوردید امروز؟ امروز چی خوردید؟ همه چی خوردیم فعلا. جمع کردیم. حالا شام هنوز شام الان میخوایم بخوریم. شام سفارش دادیم امشب دیگه بیارن بچه‌ها. بیارن؟ زیبا. آره هم بگیریم هم هم اینجا غذا هست هم بیارن. نه میدونی؟ نه دیگه نخر. نخر. همه از بالا چی مونده تو یخچال بیاری. باشه باشه. میدونی چیه آه. امروز چون که حالا صحبت میکنم بعد. آره اصلا نه اتفاقا وقتی صمیمیت اینه که ما هر روز مهمون بازی نکنیم که بلکه واقعا اون چیزایی که هست بلنشیم خودمون بعد مثلا بگیم ای این از دیروز مونده این فلان این اینجوری این چیزا مهم نیست مثلا اصلی محبت است آره فقط شما بگو استوری زیبا من فقط در رو باز میکنم نه مهمان دارید ماشاءالله خوبه بچه ها رو همیشه شما خوب پذیرایی کردید دعوت کرد باشه بچه ها من برم دیگه بچه ها برم ماهی ما درست من هم ماهی دارم ماهی دارم ماهی بار خدا بس بچه ها رفتیم دیگه ماه بچه ها بای بای سارا واقعا خوشگل شده خیلی خوشگل خدافظ.